با سلام خدمت شما بینندگان عزیز، با قسمت دیگه ای از برنامه ایران در سالی که گذشت در خدمت شما هستیم و میخواییم به وضعیت رژیم در سطح منطقه‌ای و بین المللی بپردازیم. میخواییم ببینیم که رژیم در سال 91 برای پیشبرد اهداف تروریستی و بنیادگرایانش چه اقداماتی را در پیش گرفت و از طرف دیگه با چه پاسخها و پیامدهایی مواجه شد. میخواییم ببینیم که بالاخره الان بعد از یک سال پرتب و تاب رژیم ولایت فقیه در چه نقطه ایه؟ گشایش منطقه‌ای و بین المللی یا انزوای بیشتر؟ آیا تروریست و صدور ارتجاع برای رژیم تهدید بود یا فرصت؟ در سالی که گذشت انزوای رو به افزایش رژیم آخوندی در منطقه بسیار مشهود بود، اما نمودهای اصلی این انزوا چه بود؟ از قیام قهرمانانه مردم سوریه شروع می‌کنیم که اخیراً دومین سال خودش رو پشت سر گذاشت. پیشروی‌های ارتش آزادی تنها همپیمان رژیم در منطقه رو در لبه پرتگاه سرنگونی قرار داده. رژیم در باتلاقی فرو رفته که راه پس و پیش براش باقی نمونده. در سال 91 تلاش‌های دیوانوار رژیم برای حفظ عمق استراتژیکش در سوریه اوج تازه‌ای گرفت. رژیم با کمک میلیاردی، اعزام تروریست‌های نیروی قدس و کمک‌های تسلیحاتی تلاش کرد دیکتاتوری دمشق را از سرنگونی حتمی نجات بدهد، اما در این مسیر ضربات سنگین و پی در پی دریافت کرد. دستگیری 48 پاسدار و مزدور رژیم توسط ارتش آزادی در نیمه مرداد ماه و انتشار تصاویرشان توجهات بسیاری را نسبت به گستردگی نفوذ رژیم در سوریه جلب کرد. در بهمن ماه رژیم با یک ضربه مهلک دیگر مواجه شد. پاسدار حسن شاطری از سرکردگان نیروی قدس در مسیر دمشق به لبنان به دست رزمندگان سوری به هلاکت رسید. کشف انبارهای تسلیحاتی رژیم توسط رزمندگان نیز بیش از پیش آخوندها را در تنگنا قرار داد. در سال 91 علاوه بر پیشروی‌های ارتش آزادی، یک عامل دیگه هم به شدت زیر پای رژیم رو در سوریه خالی کرد. تشکیل ائتلاف ملی. آخوندها به خوبی حس می‌کنن که تیک تاک ساعت سرنگونی برای بشار اسد به شمارش افتاده. ولی عمق نیازمندی رژیم به حفظ دیکتاتور دمشق رو میشه از موضع‌گیری‌های بی‌شمار سرکردگان ریز و درشت نظام ولایت فقیه دریافت. اونها یک صدا میگن امنیت سوریه امنیت ماست و اگر خط رو در دمشق نبندیم تهران رو هم از دست خواهیم داد. مثلا پاسدار جعفری، سرکرده کل سپاه پاسداران، دفاع از سوریه رو از افتخارات رژیم دونسته و پاسدار جزایری، معاون امور بسیج ستاد کل نیروهای مسلح رژیم هم موضوع سوریه رو خط قرمز برای رژیم به حساب آورده. اما در این میان اعتراف تکان دهنده آخوند پاسدار جنایتکار مهدی طائب در 26 بهمن در جمع بسیجیان دانشگاه یکی از گویاترین این موضع‌گیری ها بود که ما را از هر توضیح بیشتری بی‌نیاز می‌کنه. سوریه استان 35 و یک استان استراتژیک برای ماست. اگر دشمن به ما هجوم کند و بخواهد سوریه یا خوزستان را بگیرد، اولویت با این است که ما سوریه را نگه داریم. چون اگر سوریه را نگه داریم، می توانیم خوزستان را هم پس بگیریم. اما اگر سوریه را از دست بدهیم، تهران را هم نمی توانیم نگه داریم. نمود برجسته دیگه انزوای منطقه رژیم را هم هر روز در خبرها می بینیم. قیام مردم عراق و بنبست دولت دستنشانده مالکی برای متوقف کردن اون. در چند ماه گذشته استمرار قیام قهرمانانه مردم عراق در استانهای مختلف و به خصوص شعارهای آنها علیه رژیم و عوامل دستنشانده‌اش دیکتاتوری ولایت فقیه را در تنگنای مرگباری قرار داد. رژیم آخوندی با توطئه‌های مختلف و با افزایش تروریسم تلاش دارد قیام مردم را به شکست بکشاند. اما در این قیام که سومین ماه خود را پشت سر می‌گذارد، مردم با فریادهای مستمر رژیم ایران اخراج اخراج و با تیزترین شعارها علیه مالکی هدف خود را بیان می‌کنند. خلع ید از رژیم آخوندی و سرنگونی دیکتاتوری دست نشانده‌اش در عراق. یک روی سکه مخالفت قاطع مردم عراق با دخالت‌های رژیم آخوندی در تظاهرات استان‌های مختلف، اقداماتی مثل پرتاب لنگ کفش به عکس‌های سرکردگان رژیم بود.
روی دیگر این سکه محکومیت کشتار ساکنان لیبرتی و حمایت گسترده معترضان عراقی از آنهاست. اما انزوای رژیم در عراق و سوریه به پایان نمیرسه. یک انزوای همه جانبه است که در سال 91 به خصوص در کشورهای همسایه و نزدیک به مرزهای ایران بهتر و بیشتر بارز شد. در سال گذشته کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هم در اجلاسشان و هم از طریق موضع‌گیری‌های مقام‌های ارشد خود بارها دخالت‌های رژیم آخوندی در امور داخلیشان را محکوم و افشا کردند. یکی از این کشورها بحرین است که در سال 91 موارد متعددی از دخالت‌ها و تروریسم رژیم در آن آشکار شد. تو جایی که در شروع زمستان وزیر خارجه بحرین در واکنش به اظهارات مداخله جویانه رژیم آخوندی به برگزاری کنفرانس دوستان مردم ایران فراخوان داد. بحرین در اواخر بهمن ماه اعلام کرد یک شبکه تروریستی وابسته به رژیم ایران، عراق و حزب الله لبنان را نابود کرده است. به گفته راشد بن عبدالله خلیفه وزیر کشور بحرین، تیم‌های تروریستی دستگیر شده در تهران و عراق آموزش دیده بودند. یکی دیگه از اهداف تروریست و بنیادگرای رژیم در سال گذشته یمن بود، کشوری که به خصوص به دلیل موقعیت استراتژیک مهمش یعنی همجواری با عربستان و نزدیکیش به باب المندب به عنوان سرپلی برای نفوذ به آفریقا مورد طمع آخوندها قرار داره. در سال 91 گوشه ای از دخالت‌های رژیم در یمن با ورود مخفیانه اعضای سپاه پاسداران به این کشور، انهدام شبکه‌های جاسوسی، دستگیری ایادی رژیم و توقیف تسلیحات ارسالی برای شبه نظامیان یمنی آشکار گردید. در اواخر دی ماه دولت یمن اعلام کرد پاسداران و جاسوس‌های اعزامی رژیم ایران پس از دستگیری اعتراف کردند این رژیم قصد تجزیه یمن را داشته است. یمن سرانجام شکایت خود را به خاطر ارسال تسلیحات قاچاق توسط رژیم به شورای امنیت سازمان ملل هم برد. همچنین کارشناسان سازمان ملل متحد محموله تسلیحات قاچاق شده به یمن توسط رژیم آخوندی را مورد تحقیق قرار دادند. این از مناطق غربی ایران، اما همسایه‌های شرقی کشورمون هم همواره از اهداف صدور ارتجاع و تروریسم رژیم هستند. در سال گذشته دخالت‌های آخوندها در افغانستان بیش از پیش در مرکز توجهات قرار گرفت. رژیم آخوندی تلاش گسترده ای را برای توسعه شبکه اطلاعاتی خود در افغانستان به کار گرفت و مبالغ هنگفتی را در راستای پیشبرد اهدافش خرج کرد. دستگیری و محاکمه جاسوسان رژیم و برملا شدن نقش آن در عملیات تروریستی در افغانستان باعث شد تا گوشه ای از مداخلات آن علنی شود. از سوی دیگر مردم افغانستان با تظاهرات خود به اعدام جنایتکارانه هممیهنانشان توسط رژیم ضد بشری آخوندی اعتراض کردند. در سال گذشته تنش در روابط رژیم آخوندی و ترکیه ادامه پیدا کرد. در شروع اسفند ماه ترکیه در راستای اعمال تحریم فلزات گرانبها علیه رژیم آخوندی یک هواپیمای حامل طلا از قنارا توقیف کرد. پیش از آن نیز در مهر ماه اعلام شد 11 تن از جاسوسان رژیم ایران به فروختن مدارک و اطلاعات محرمانه نظامی به رژیم متهم شدند. رژیم در سال گذشته برای خروج از انزوای منطقه‌ای که تا اینجای کار نمودهای از اون رو مرور کردیم به هر دری زد. اما نتیجه کار چه شد؟ به یک نمونه گویا توجه کنید. یکی از افتضاحات بزرگ برای دیکتاتوری آخوندی سفر احمدی نژاد در قاهره در بهمن ماه بود. رئیس جمهور ارتجاع در یک کنفرانس مطبوعاتی به دروغ مدعی تایید مواضع رژیم توسط شیخ الازهر شد. اما در همانجا نماینده الازهر با قرائت بیانیه شیخ الازهر در محکومیت رژیم آخوندی دجالیت رئیس جمهور رژیم را رو کرد. این صحبت کنید من میرم. لا نتکلم فضیحت های سفر پاسدار احمدی نژاد به مصر اینجا متوقف نشد و این حلقه با پرتاب لنگ کفش توسط یک جوان معترض سوری تکمیل گردید. ودخلوا بسرعة السيارة وكان عايز يسلم على الناس بس لما صار الموقف ده فخاف ودخلوا على السيارة موقف الأمن المصري كان في رائع جدا معايا في مسار رقي والاحترام والطيبة والله كلمة الإنصاف
در همین حال دادستانی مصر گفت در قاهره 4 نفر به طرف احمدی نژاد لنگ کفش پرتاب کردند. تروریسم رژیم آخوندی حدود و مرزهای جغرافیایی رو به رسمیت نمیشناسه و همساله کشورهای جدیدی رو در مینورده. در 28 تیر ماه یک انفجار تروریستی اتوبوس حامل گردشگران اسرائیلی در بورگاس بلغارستان 6 کشته بر جای گذاشت. چند ماه بعد دولت بلغارستان اعلام کرد که 2 نفر مرتبط با حزب الله لبنان پشت این حمله تروریستی بودند. سال گذشته تحقیقات بین المللی دست داشتن رژیم آخوندی را در عملیات تروریستی در هند تایید کرد. بنا به گزارش گاردین انگلستان، یک گروه بین المللی که درباره بمبگذاری بهمن 90 در هند تحقیق کرده، مدارک و شواهد روشنی به دست آورد که نشان می‌داد رژیم ایران مسئول حملات بوده است. کشورهای قاره آفریقا از دیگر اهداف صدور بنیادگرایی و تروریسم رژیم در سال گذشته بودند که البته آخوندها و عواملشون اونجا هم در امان نیستند و ضربات زیادی رو دریافت می‌کنند. در اوایل آبان ماه در پی بمباران یک کارخانه مهمات سازی در حومه خارتوم پایتخت سودان، رسانه‌های خبری گزارش دادند که این کارخانه متعلق به سپاه پاسداران رژیم آخوندی است. در پی اعلام خبر بازداشت 2 تن از تروریست‌های رژیم آخوندی در کنیا در اوایل تیر ماه، پلیس این کشور متعاقباً به دادگاه گفت افراد رژیم ایران که قصد حمله به اهداف غربی را داشتند، بیش از 100 کیلو مواد منفجره قوی به کنیا حمل کردند. در اسفند ماه تروریست‌ها و جاسوسان رژیم این بار در نیجریه به دام افتادند و دولت این کشور 3 تن را به جرم جاسوسی برای رژیم آخوندی دستگیر کرد. همزمان با تنگنای رژیم در پیشبرد اهداف توسعه طلبانش در مناطق مختلف جهان، در صحنه دیپلماتیک و بین‌المللی هم وضعیت خیلی متفاوت نبود. تعلیق روابط دیپلماتیک کانادا با رژیم آخوندی در 17 شهریور ماه علامت قدرتمندی از انزوای فزاینده رژیم بود. دولت کانادا سفارت خود را در تهران بست و دیپلمات تروریست‌های دیکتاتوری آخوندی را نیز از این کشور اخراج کرد. کمتر از 4 ماه بعد کانادا از این هم فراتر رفت و همزمان با لغو لیست گذاری مجاهدین و ارتش آزادی بخش ملی ایران، نیروی قدس سپاه پاسداران را در لیست تروریستی کشورش قرار داد. در اواخر مهر ماه منصور ارباب سیر که به دنبال کشف توطئه حکومت آخوندی برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن دستگیر شده بود، در دادگاه آمریکا اتهام خود را پذیرفت و تایید کرد که مقام‌های نظامی رژیم در این توطئه دست داشتند. در پایان سال دستگیری داماد بن لادن با پاسپورت رژیم ایران در آنکارا سوال‌های جدیدی را نسبت به ابعاد تروریسم بین‌المللی رژیم آخوندی برانگیخت. سلیمان ابوقیس در حالی که تلاش داشت از اردن به کویت سفر کند، در پایتخت ترکیه دستگیر شد. دادستان‌های آمریکایی گفتند ابوقیس که به مدت 13 سال در کنار اسامه بن لادن فعالیت می‌کرده، در سال 2002 از افغانستان به ایران رفته بود. انتشار گزارش روشنگر وزارت دفاع آمریکا در دی ماه سال 91 حقایق بسیاری را درباره ابعاد گسترده فعالیت‌های وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس رژیم در جهان به نمایش گذاشت. این گزارش مهر تایید قوی بر افشاگری‌های سال‌های گذشته مقاومت ایران بود. گزارش پنتاگون از جمله می‌گوید رژیم ایران و دستگاه اطلاعاتی آن مجاهدین را جدی‌ترین سازمان مخالف نظام می‌دانند. در این گزارش جزئیاتی از بکارگیری مزدوران اطلاعات رژیم در کارزار شیطانسازی علیه مقاومت ایران منتشر شده، مزدورانی مثل برادران خدابنده و آن سینگرتون. نتیجه مختصر و مفیدی که میشه از مجموعه این تحولات گرفت اینه که رژیم در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی در تنگنا و بن‌بست خطرناکی قرار گرفته. هم باید برای سرپا موندن صدور تروریسم و بنیادگرایی رو به همه جای دنیا تشدید کنه و همین که به خاطر همین اقدامات که برای رژیم حیاتی هستند هر روز منزوی‌تر و منفورتر میشه.
این هم یکی از بنبست‌های رژیم آخوندیه که وقتی در کنار سایر بنبست‌ها بن نگاه کنیم، قرار داشتن این رژیم در سراشیب سرنگونی بیش از هر زمان روشن میشه. از همراهیتون با برنامه ایران در سالی که گذشت بسیار سپاسگزاریم. روزها و اوقات خوشی رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنیم. خدا نگهدار همگی شما.